همکارم لیلا سعادتی اینجا با ماس لیلا جزئیات بیشتری از این بیماری و اونچه که الان تهدید به حساب میاد چی میدونیم؟ راست داشتم در مورد پشه آیدس این وقتا مطالعه میکردم خیلی پشه زیبا و خوشگری هم هست ولی خب متاسفانه ناقل در واقع بعضی از ویروس ها مثل همین ویروس تب دنگی هم هست موضوع این هستش که از سال 1400 و 1401 بعضی از در واقع دانشگاه علوم پزشکی و کارشناس ویژه ویژه در جنوب ایران هرمزگان ویژه یا همچنین در کیش هم دیدم. داده به وزارت بهداشت که در به زودی در اون موقع میگفتن در واقع به زودی پشه ای آیدس به عنوان یک خطر در کشور شناسایی خواهد شد ولی خب متاسفانه آنچنان توجهی هم ظاهرا به این موضوع و هشداری که اونا داده بودن نشد ولی الان ما داریم می‌بینیم که در ماه‌های اخیر خود مقامات جمهوری اسلامی و وزارت بهداشت و بقیه نماینده‌های مجلس هم در مورد شوی تب دنگی در ایران دارن صحبت می‌کنن اما اطلاعاتی که هم از کانال وزارت بهداشت میاد بیرون و همچنین از رسانه‌های داخل ایران یه مقدار زد و نقیزم هست یعنی هم آماری که در مورد این بیماری داده داده میشه اینکه در کجا شوی پیدا کرده یا اینکه چه کسانی فوت کردن یا چه مقدار مبتلا هستن به این بیماری هم زد و نقیص است همین که خیلی قطع چکانی هست و یکی از کارشناسا یکی از مقامات وزارت بهداشت میاد مثلا میگه که در تهران هم این بیماری شیوع پیدا کرده و بعد, بعد تکسیب میکنه یا بعد وزارت بهداشت میگه نه همچین چیزی نیست اما اما اطلاعاتی که در واقع ما داریم و به دست ما رسیده این هستش که اصلا همه گیری در واقع بیماری تب دنگی در شهریور و مهر ماه در واقع رو خواهد داد یعنی همچنان این بیماری و این ویروس در کشور داره میچرخه و دو نوع پشه هستن که در واقع عامل این بیماری در ایران هستن پشه که پشه مصری آیدس در واقع مشهور هست در جنوب ایران به ویژه هرمزگان کیش و شهرهای جنوبی و گرم این پشه اونجا در واقع زاد و ولد میکنه و اونجا هست ولی پشه دیگری هست به نام پشه آیدس ببر آسیایی که در شمال ایران مثلا در گیلان مازندران دیده شده که آنچه که الان نگران نگرانی برخی از کارشناسان حوزه بهداشت در علوم پزشکی های ایران ها نگران کرده این هستش که این پشه ببر آسیایی نسبت به این پشه مصری دوام بیشتری داره یعنی در دوای کمتر هم زندگی میکنه انتباق میکنه میده خودش رو نسبت به شرایط محیطی و نگران این هستن که این پشه در کل ایران بتونه در واقع مردم رو آلوده بکنه موضوع این هستش که الان ارتش که بخشی از این یعنی مقابله با این بحران به ارتش واگذار شده که برن و اون آبهای راکت رودخونه ها رو البته چیزی که ما اطلاعاتی که داریم بهشون گفته شده بیسر صدا در واقع لاروبی بکنن که بتونن زیستگاه پشه ها رو نابود بکنن و همچنین وزارت به بهداشت هم موظف شده که پشه ها و زیستگاه اونها رو شناسایی بکنه انواع پشه ها رو در واقع شناسایی بکنه تشخیص بکنه مراکز درماری رو و همچنین اطلاع درستی در واقع به مردم داشته باشه ممنونم از توضیحاتت لیلا لیلا ساده